همه با هم خیشیم، همه با هم به تو می اندیشیم. کاش با ما بودی، کاش ای گم شدی اینجا بودی. کاش که این همه من ما می شد، قطر دریا می شد، گوهر گم شده پیدا می شد. برنده ها غم ما را به باد میگویند، قصه ها چه از آن زنده یاد میگویند. عرض ادب و احترام دارم خدمت عمیانان عزیزم، خدمت خداوند ایران. برنامه ویژه ای است که ملاحظه میفرمایید به مناسبت سفر جاودانگی یکی از عشاق و شیفتگان بزرگ تاریخ و فرهنگ میهن ما که همیشه در کنار ما بود، آقای گوروویدال. عجیبه، تمام بیشترین اتفاقات حیرت انگیز در تاریخ ما، اتفاقات سرنوشت‌ساز در همین ماه مرداد رخ داده، از جمله انقلاب مشروطیت یکی از مؤثرترین تحولات این چند سده اخیر، تلاش که ملت به قصد احراز آزادی انجام داد. فردا روز ترور دکتر شاپور بختیار و کتیبه است و امروز هم ما جمع شدیم تا یاد گوروویدال رو گرامی بداریم، درست در روزی که ایرانی ها در سراسر جهان اجتماع می کنن برای برگزاری روز خلیج فارس. جالب نیست؟ و گوروویدال نویسنده آمریکایی هم چنین روزی رو انتخاب کرد برای سفر، برای سفر و اینکه نام خودش رو برای همیشه در دل ما ایرانی ها حک بکنه. تعداد اندکی هستن شخصیت های بزرگ عالم که در روزگاری که ایرانی ها به اونها نیاز داشتن در کنارشون بودن. واکسر بیل رو فراموش نکنید، ستارخان به اون نیاز داشت، یک معلم جوان آمریکایی که در کنار ستارخان ایستاد در جنگ های داخلی در شهر تبریز. برای چی؟ برای ساقط کردن استبداد و بالاخره جان خودش رو از دست داد. یاد او گرامی و یاد گوروویدال عزیز. در برنامه امروز همگنانم یک ساعتی برنامه داریم در تلویزیون پارس و این دیگه حداقل کاری بود که ما میتونستیم برای این شخصیت نازنین گوروویدال انجام بدیم. شخصیت غیر مترقبه که همیشه در کنار اقلیت‌ها در آمریکا ایستاد، در سالهایی که کسی جرأت نداشت از ضدیت با جنگ سخن بگه و حتی قانون شد که آمریکایی‌ها در جنگ دوم جهانی حتی شرکت نکنند. همیشه حقوق اقلیت‌ها رو پاس نگه می‌داشت. پاس می‌داشت و هشدار می‌داد. مجموعه معایب در این مملکت رو. و جالب، خود آمریکایی‌ها از او به عنوان وجدان بیدار ملی یاد می‌کنند. در هم امروز می‌ریم به سراغ آقای مهندس شاهین نژاد، تاریخ‌دان، که آثار ویدار رو بررسی کرده، به دو اثر او خیلی خلاصه و کوتاه میپردازه. به سراغ سارا خانم ایرانی خواهیم رفت. همگنانم گزارش سارا رو در این زمینه گوش میکنید، گرچه گزارشات دیگری هم پیش از این پخش شده بود. و اما با پزشک گوروویدال هم هستیم، دوست و یار نزدیک او دکتر حسام نوذری. نوذری به وقت خوش اومدی. مرسی، خیلی ممنون. تسلیت میگم، واقعا غم انگیز بود. به همه واقعا و همه باید تسلیت گفت، به تمام ایرانی ها. و چون ما میدونیم چه ثروتی بود، چه ثروت بزرگی. آخرین باری که گفت میخوام با ایرانی ها باشم کجا بود؟
تا آخرین لحظه، تا آخرین لحظه، آخرین لحظه من کم و بیش تا آخرین لحظه باشون بودم. بله. تا روز سه شنبه که فوت کردن. تا سه شنبه. بله. اونجا هم همینه میخوا. آخرین لحظه دیگه نفسشون خیلی کم شده بود، صحبت نمی کردن. همین دقایق پیش آقای دکتر نوذری روی ایمیلایی که اومده بود به من نشون داد پیام همسر الویس پرسلی و آقای گاریبالدی همسر او رو درباره درگذشت گورویدال که این زایه بزرگی بود، چون نوذری دم پیام فرستاده بود. میدونید که او ایران رو خیلی دوست می‌داشت، برای همین بسیار برای ما اهمیت داره. گاریبالدی چی جواب داده بود؟ گاریبالدی جواب دادش که دیروز که کسی که بتونه مانع ها رو بشکنه استثنایی هست و گورویدال یک مرد استثنایی بود. استثنایی. شهبانو فرای پهلوی روز گذشته همگنان پیامی منتشر کردن به مناسبت زایه در گذشت فقدان گورویدال و از اون به عنوان یک ایران دوست بزرگ یاد کردن که همیشه و همواره از ایرانی ها دفاع میکرد و میگن دو سال پیش تلفنی با هم صحبت دو سال بود به مناسبت درگذشت اجزا بود. بله. و در اون پیام تلفنی تاکید میکنه که این ایرانی که شما دارید با این فرهنگ عظیم و حیرت انگیزش قادر بر تمام ناروایی ها پیروز بشه و پیروزی نهایی با شما ملت ایرانه، با این فرهنگ مقتدری که دارید. عجب عشقی داشت. همیشه میگفتن که دنیا بدون فرهنگ ایران دوام نمیاره. یعنی دنیا به فرهنگ ایران نیازمند هست، چون فرهنگ ایران روی عشق سوار شده. تنها فرهنگی که روی عشق سوار شده. فرهنگ راست میگه. عشقت رسد به فریاد برنه به سان حافظ قرآن زبر بخوانی با 14 روایت. آقای دکتر نوذری، یه بار یادمه که گورویدال خیلی اظهار علاقه میکرد برای اینکه بیاد در جمع ایرانی ها و خب متاسفانه نشد، میدونیم چرا، به چه دلیل. اما شما ترتیبی دادید و او رو بردید به USC، بردید به دانشگاه USC، مجموعه ایرانیانی که اونجا بودند و عکس گورویدال رو دکتر نوذری نشون بدید. آخه عجب قولی بود، امپراتور بود ها، امپراتور. رابرت الیس میلر فیلمساز امریکایی، بله، یک دفعه به من گفتن که اگر امریکا یک کشور سلطنتی بود، گورویدال شاهزاده ما. اگر امریکا یک کشور سلطنتی بود گورویدال شاهزادش بود. یه جایی هم ازش به عنوان شاه یاد می‌کنه، خود تحلیلگران آمریکایی. خود تحلیل به عنوان پادشاه یاد می‌کنن ازش. یک جای دیگه آقای ریچارد دانر، فیلمساز بزرگ امریکایی، فیلم مثل سوپرمن یکی از فیلم‌هاشون هست، به من گفتن که گورویدال بزرگترین مؤلف امریکاست. واقعا بزرگترین. چه عکس جالبی از اون روزگار. اون شب اون دختر خانمی که برای گورویدال، خانمی که برای گوردیوال نشسته، نوه روزولت نیست؟ بله نوه. نه، اون رو که خواننده اپراست. بله، این نوه روزولت ها. زیاد میومد به خانشون؟ بله، چون خونشون نزدیک بود. و به این علت. بله. دوستی نزدیک داشتن. بله. اون هم که خود شما هستید. اون که وسطی، بله، اون که اون دو تا، اون آقای دکتر نوذری، اون که نشسته، خانمی که نشسته، خواننده اپراست. خانده مرد، شما فکر کنید مرد بزرگی دو تا ایرانی رو به خونش دعوت کرده، براشون سه تا خواننده سفارش داد، سه خواننده اپرا آمدند. بیشتر هم کارهای چی رو اجرا کردن؟ خانم رو که کارمن اجرا کرد، خانم اسپانیایی است، خیلی هم میگن معروف. اسمش چیه؟ خاطرم نیست. آره، فوق‌العاده شب درخشانی بود. آره، ولی خیلی از شاگردهای دومینگو دوست داشتم بیان خونه‌شون واسه شام که برنامه اجرا کنن. این وقت گورویدال یه روزایی بود، روزای خاصی بود که میرم فاتره ببینید. دوشنبه ها بود؟ بیشتر روزها حدود ساعت 4 بعد از ظهر. 4 بعد از ظهر میرم اونجا، مثل صادق هدایت بود، میرم یه جا جمع میشد. میشنست، هیچ خبرنگاری اجازه نداشت بهش نزدیک بشه. همه از دور می‌نشستن و حرفاش رو
با نفری که بهش به اومده بود اونجا گوش میکردم. حرفم بیشتر سیاسی بود، انتقاد از سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا و آخرین نامه‌ای که به رئیس جمهور آمریکا نوشت در حمایت از ما. بله اون به درخواست خود شما بود. بله بله شما خیلی لطف کرد واقعا. چه نامه‌ای هم نوشت، نامه با شکوه بود. بله چه تأثیر روی شما داشت؟ رفت اول بیمار آقای دکتر نوذری هم بوده، چند بیمار معروف داره نوذری؟ دوست واقعا دوست و هر دو. چه تأثیر روی شما گذاشت از نظر فکری؟ خب یک دلیلی که به هم نزدیک شدیم به خاطر فیلم بود، فیلم اسماعیل. بله فیلم اسماعیل. آره خب. دلیل دوم عشق عجیب آقای گورویدال به ایران بود و خب راجع به ایران زیاد صحبت میکردیم. و خاطراتشون هم با من در میون میگذاشتن در مورد پدرشون، مادرشون. عشق عجیبی به پدرشون داشتن و خانوم امیلیا ایرهارت. امیلیا همون اولین زنی که با یک هواپیما یک موتوری میخواست دنیا رو دور بزنه و بالاخره در یک جزیره در آسیا دور غیب شد، محو شد. یعنی ارتباط مخابراتیش از دست داد، هیچ کس هم نمیدونه که چه اتفاقی بر سرش افتاد. عجیب. از بالاخره ایشون از خانواده کندیست دیگه. آقای گورویدال میشه اینجوری گفت دوست نداشتن که بگن؟ نه دوست نداشتن. نه خیلی هم میگن که ارتباط دارن با آقای گور الگور که گفتن اینطوری نیست. ارتباط دارن با جیمی کارتر خانوادتن، گفتن اینطوری نیست. ولی جیمی کارتر تو خونش بود که ارتباط خانوادگی خانواد. هیچ ارتباطی دوست نداشتن با هیچ کدوم از اینا داشته باشن. ولی خب یک ارتباط دور و نزدیک شاید باشه و شاید همیشه بشه یک ارتباطاتی پیدا کرد. بله عجب آدم بزرگی بود. خیلی آقا این چقدر ایران رو دوست می‌داشت، اصلا غیر قابل قبوله یه آدمی تو این حد متقاعد بشه که ایرانی‌ها کامل‌ترین تمدن بشری رو تجربه کرد در دوره هخامنشی. عشقش به داریوش و عشقش به کوروش کبیر دیگه، قشارشاب همجور به قشارشاب خیلی علاقه من بزر... و در ضمن به زرتوش، حتی بستگان زرتوش مثل نوه زرتوش کوروش اسپندمان. بله خیلی عکسای از دوره جوانیش هم نشون بدی. خودش فکر میکرد بهترین فیلمش کدام فیلم بوده؟ بنهور که میدونیم خب براش خیلی شهرت بود در دنیا، ولی فکر میکردن بنهور یکی از بدترین فیلماشون بوده. خودش میگه میتونیم تریلر بنهور رو بذاریم؟ این دوره جوانی همجوری بیاید عکس جوانی. خیلی خوش قیافه بود ای. و خودش هم بارها تاکید میکرد که من در یک خانواده بزرگ شدم که فقط رفاه در اختیار من، پول و رفاه. و از مادرش هم متنفر بود، مادرش به خاطر اینکه رفیقه کلاک گیبل بود. دیده بودم ها، ما چونو گرفته بودی؟ من نمیدونم کسی بدونه یا نه. اینه معلوم نیه؟ نه ولی خودشون به من گفتن. خودش گفت؟ بله. عجب. و توی ببلی هیلز روی خیابون سانست اونجا هم دیگر رو میدیدن. عجب. و این دیده بود؟ نه نه جاشو به من نشون داد، گفتن اینجا بود که عجب. ولی عاشق مادر پدرش بود، عاشق پدرشون و عاشق امیلیا ایرهارت. امیلیا هر همیشه میگفتن که این عشق این دوتا یک عشق عجیب و غریب بوده مزه. و ای کاش که امیلیا ایرهارت با پدرم ازدواج کرده بود. یعنی همون زن که با هوا برای اولین بار روی هواپیما یک فوتو، یک زن شجاع که میخواست دنیا رو دور بزنه، وسط راه در دوردستا فیلمی هم از زندگیش تهیه شد، فیلم سینمایی که به غیر از بین‌هور کدوم فیلم خیلی خودش روز پاریس می‌سوزد دو خوب دوست داشت با ژان پل بلموندو و آلن دلون اینا یا نه؟ به آقای پال نیومن خیلی علاقه داشتم. آه عاشق پال نیومن. هر دوشون، آقای پال نیومن هم خیلی خیلی علاقه داشتم. خیلی با هم نزدیک بودن. خیلی نیست؟ بله. خب میخوام برم به سراغ آقای به سراغ سارا خانم ایرانی، بعدم برم به سراغ آقای شاهین نژاد. شاهین نژاد به همیرانم دو اثر اون رو در رابطه با ایران مطالعه کرده، به نظرم خیلی مهمه. کورم شدیم ها؟ چرا؟
بنهور رو بذار تا من ارتباط بقر نگاه میکنیم به بنهور. How long have you been at the Oath? Almost 3 years. I was betrayed by a friend. That usually carries a maximum penalty. 3 ships have sighted her. Pirates for sure. Battle stations! If this is a Roman ship, I will not let them take you back. But I must meet this fortunate young fellow. Emperor, I have the honor of presenting to you my son, Sextus Arius. Marcellus Agrippa. He has a son. Octavius Marcella. Do you know him? Farewell, Quintus Arius. I will not disgrace the name you gave me, but I will have my revenge, no matter the cost. فکر می‌کنم بنهور اشتباه گذاشت. بنهور با چارتونستونه و متاسفانه بله اشتباه، چون صحنه‌ای تو این فیلم هست جایزه اسکار، چندی جایزه، خیلی جایزه اسکار رو درو کرد دیگه. ام جی ام داشت ورشکست می‌شد، به آقای گوربیدال متوسل شدن سناریوی درباره بنهور بنویسه بلکه ام جی ام بتونه از زمین بلند شه. نیست بله و یک بار هم که فرانسوی‌ها او رو دعوت کردن به پاریس برای اینکه فیلمی با شرکت آلندلو و جان پل بلموندو رو او بنویسه و نوشت پاریس می‌سوزد علامت سوال. فراموش نکنیم همگنانم که او تأکید می‌کرد دائما مهم نیست که دیگران درباره شما چی فکر می‌کنن، مهم اینه که اگر حرفی رو حق می‌دونید با صدای بلند بیان می‌کنید بدون ترس. و واقعا اثبات کرد که در قلمرو شجاعت تا ته خط پیش رفت. نیست؟ دقیقا. خیلی جالب. خب گرفتید آقای شاهین نژادو؟ خب اجازه بدید که آقای نژادو با تلفن من بگیرم همه چیز ما. از دو روز پیش برنامه رو داریم داروی که میبینیم. خب بذارید تلفنی میگیرم دیگه، عکس آقای نژادی بیارید. آخش. الو 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 همینانم این برنامه در روزی پخش میشه از تلویزیون، در روزی اجرا میشه که ما هم در سالروز مشروطیت قرار داریم، هم در آستانه ترور دکتر شاپور بختیار هستیم، هم امروز که روز خلیج فارسه و روز یادآوری مردی که اسمش از این پس گره خورده با نام میهن و سرزمین ما، یعنی گوربیدال. میگن یکی از سه نویسنده برجسته بزرگ قرن در ایالات متحده آمریکا. درود بر این گاهی نشون بدید الان. بله این بنهور. Winner of the British Oscar, the New York Film Critics Award and the Foreign Press Association Golden Globe as Best Picture of the Year. Ben-Hur has been named Best Picture by newspaper and magazine critics in every city in the world in which it has played, including the New York Times, the Boston Daily Record, the Philadelphia Inquirer, the Chicago Daily Tribune, the Los Angeles Examiner, the London Daily Telegraph, and Time Magazine. Judah, let me explain something to you. The Emperor is watching us. This is my great opportunity, Judah, and yours too. Watching us, judging us, all I need do is serve him. You speak as if he were God. He is God, the only God. He is power, real power on earth. There
is only one reality in the world today. Look to the West, Judah. Don't be a fool. Look to Rome. Rome is an affront to God. Rome is strangling my people and my country, the whole earth. The day Rome falls, there will be a shout of freedom such as the world has never heard before. موفق نشدیم از طریق اسکایپ با آقای شاهین نجات باشیم. طبق معمول اجازه بدید که بریم به سراغ سارا خانم ایرانی. درود بر شما سارا خانم. درود به شما جناب آقای نگودی و درود به شنوندگان و بینندگان بسیار محترم و درود به خدمت دکتر. درود بر شما. سراپا گوشیم دکتر. آثار گوردیدا رو اشاره میکنم تا حجم کار اون بشه تخمین زده بشه. در 1946 بیلیوا، در 47 جنگل زرد، شهر وستون در 1948 و همون سال 1948 سیتی اند پیلار، فصل آسایش 1949، داوری پاریس 1952، رمان مسیح 1954، ادگار باگ 1956، دیدار از یک سیاره کوچک 1957، بهترین مرد 1960، 1962 مجموع مقالات قایق لرزان، جولیان 1964، واشنگتن دی سی 1967، آخر هفته 1968، مایرا بریک برید 1968، هلنا 1970، در 1972 گوربیدال به دعوت یک از نزدیکترین دوستانش فدریکو فلینی در فیلم روما ظاهر بود. کلگی 1978، آفرینش 1981، فیلم های متعدد که شما بعضی از اونها اشاره کرد. و اما آقای میبودی باید گزارش کنم که تنها گاردین از درگذشت او چندین مطلب داره که طولانی ترین اون از ایتازی در مورد گوربیداله. انتخاب امروز من حاوی نکاتی از زندگی، باورها و آثار گوربیداله که در برنامه گمه به اون اشاره نشد. گوربیدال معتقد بود امریکا با چهره‌های شاخص بنیانگذاری شد که متاسفانه دیگه تا به امروز تکرار نشدن. چند سال پیش در مصاحبه با تایم، دموکراسی رو مخصوصاً از منظر امریکاییان، چند انتخابات، تغییر چند نماینده و هر 4 سال یک بار انتخاب فردی که در 4 سال بتواند همه چیز را سامان بدهد توصیف میکنه. وقتی از او پرسیده شده بود گوربیدال رو تعریف کن، میگه من انسان گرم و دوست داشتنی نیستم، همانی هستم که میبینید. در مورد موفقیت معتقد بود به تنهایی کافی نیست، شکست حریف هم موفقیت. و اما درباره مذهب معتقد بود تابوی بزرگ ناگفته در مرکز فرهنگ ما توحیده. مسیحیت، یهودیت و اسلام رو انسان ستیز و به معنای واقعی مرد سالار که خدا رو پدر خالق مطلق میدونه، که بیش از 2000 ساله که زنان رو از جانب خدای آسمانی و نمایندگی مرد زمینی نفرین کردن توصیف میکنه. این خالق خلقت به توصیف آنها نیازمند اطاعت مطلق از تمام مخلوقشه و همه باید به اون ایمان بیارند یا حذف بشن. نهایت این که توتالیتاریسم تنها شیوه ایست که به درستی میتونه در خدمت خدای آسمانی باشه.
در مطلب گاردین از ایبازی زیرا به زرتشت و به قهرمان حماسه گوربیدال در کتاب آفرینش که در 510 صفحه نگاشته شده و کوروش نوه زرتشت دیپلمات دوران هخامنشی قرن 5 قبل از میلاد مسیح اختصاص داده که ما ایرانیان با آن آشنایی. این قهرمان حماسه گوربیدال در طول حیات خود در جستجوی حقیقت و چگونگی آفرینش و اینکه چرا همزمان بد و خوب به وجود می آید با فلاسفه شاخص بسیاری از جمله پدر بزرگش بنیانگذار دین زرتشت بودا، کنفوسیوس، سقراط ملاقات می کنه و نظرات هرودوت و اندیشه های سقراط رو به چالش می گیره. در مورد باورهای آن جهانی یا آخر زمانی پرسشی از انبوه پرسش‌های او اینه: به من بگویید که اگر زندگی در این دنیا چیز بدی است پس چرا دنیا هست؟ و یادآوری می‌کنم این گفته او رو که این جهان همه آن چیزی است که ما داریم، باید در حفظ و تعادلش بکوشیم چون هیچ چیز دیگری جز این جهان وجود ندارد. هیچ چیز، آنچه که داریم همین است و به اندازه کافی. در جایی از کتاب آفرینش از زبان قهرمان حماسه آمده ساعتها به سخنان هرودوت خود تاریخ نویس خوانده گوش فرا دادم که تماما آنچه آتنی ها دوست دارند بشنوند بود. میخواستم برخیزم او و تمام آتنی ها را رسوا کنم. من بیشتر عمرم را در خدمت شاه بزرگ و قبلا در خدمت پدرش خشایارشا و پدر او داریوش بزرگ که حتی خود یونانیان او را به صفت بزرگ میشناسند گذراندم. من منشأ جنگ های یونان را میدانم. او نمیداند. چگونه میتوانست بداند؟ و در جایی به شوخی آورده است که پارسیان میگویند یونانی وجود ندارد که در مقابل کمانداران پارسی مقاومت کند. گوربیدال همواره آرزو داشت کتابی بخواند که زرتشت، بودا، کنفوسیوس، سقراط همه در آن جمع باشند. چون چنین کتابی نیافت خود به نگارشش همت گماشت. اثری حاوی جزئیات متقاعد کنند از دوران باستان هوشمندانه و تفکر برانگیز. این میراث خوانده نشده به طور حیرت انگیزی قابل مقایسه با سیستم های سیاسی و مذهبی امروز است. زمانی که در مورد اثر آفرینش در جامعه ایرانی کند و کاف می کردم به خبرگزاری میراث فرهنگی و تحقیق در مورد محدودیت طراحی لباس دوره های تاریخ ایران برخوردم. در بین نظر دهندگان آنچه توجه مرا جلب کرد پاسخ ژیلا مهرجویی طراح لباس و صحنه بود که میگوید متاسفانه در مورد لباس‌های محلی و قدیمی کتابی در دسترس نیست. من برای طرح‌هایم از مینیاتور و برخی کتاب‌ها چون آفرینش اثر گوربیدال استفاده می‌کنم که نشان دهنده پرداختن به تمامی احوال آن دوره تاریخی در این اثر درخشان است. و از یک منتقد کتاب در جمهوری اسلامی خواندم که گوربیدال را نویسنده امریکایی لبریز از تعصبات پارسی خوانده بود و معتقد بود که خود نگارنده همان کوروش نوی زرتوش قهرمان داستان است. ضمناً یادآوری می کنم اجرای هفته آینده بهترین مرد در برادوی به این نویسنده، فیلم نام نویس و نمایش نام نویس بزرگ و برجسته اختصاص داده شده است. خیلی تشکر فوق‌العاده سارا خانم ایرانی عزیز، ما به شما روز بخیر میگیم. روز شما بخیر. جالب بودی؟ روزتون بخیر. روز شما بخیر. خب جالب بودی؟ خیلی. گزارش جالب. فوق العاده خیلی تشکر میکنم. حالا بریم سراغ آقای مهندس شاهین نژاد عزیز، خودش تاریخ نگاره و نگاه داره به آثار درخشان آقای گوربیدال همینان هم گوش میکنیم. آقای شاهین نژاد درود بر شما. درود بر شما جناب میبودی و آقای دکتر نوذری، خانم ایرانی و بینندگان گرامی تلویزیون فارس. خب من صداشون اینجا ندارم. خوب آقای شهرتی عزیز، تازه ممیانان هم برنامه داره زنده و مستقیم از رادیو 24 ساعته صدا ایران هم پخش میشه زنده و مستقیم. شبانو فرای پهلوی هم پیامی فرستادن به مناسبت فقدان گوربیدال و از او به عنوان یک ایران دوست بزرگ، یک فرهیخته ارجمند یاد کردن که همواره تاکید میکرده شما ایرانی ها بالاخره بر همه
ناپاکی ها در تاریخ بیروز میشید، چون فرهنگی دارید که کار ستیزه با شر و بدی است. خب آقای نجات سرپا گوشی ببخشید، صدای منو خوب دارید؟ بله الان بسیار بسیار. خیلی جای تاسفه که یه همچین فرد ایران دوست و نابغه‌ای که در حوزه‌های مختلف نبوغ خودش رو نشون داده، از حوزه نمایشنامه نویسی و فیلمنامه نویسی بگیرید تا رمان‌های تاریخی، رمان‌های غیر تاریخی، مباحث سیاسی و مباحث روز سیاسی، پیوسته فعال بوده، نگاه داشته و نگاهش عموماً جنجالی بوده، جای تأسفه که داریم در مورد رفتن همچین شخصی صحبت بکنیم و جای خوشبختیه که یه همچین برنامه تدارک دیده شد که یه مقداری به خیلی از همیهنان که گوربیداو برایشون چهره ناشناسی بوده این شخص بوده رو معرفی کنیم، چون خودش رفته ولی کاراش مونده و یکی از کسانی به نظر من که در چند دهه گذشته نقش بزرگی داشت در علاقه من کردن امریکایی‌ها به تاریخ. میدونید که تاریخ مبحثیه که عموم مردم ممکنه بهش اقبال نشون ندن، ولی یکی از راه‌های بسیار بسیار کارآمد برای جذب یک ملت به تاریخ و مطالعات تاریخی اینه که با رمان تاریخی مردم رو تشویق کنید وارد فضای تاریخی بشن. و 100% گوربیداو یکی از این بزرگ رمان نویسان تاریخی برای امریکایی‌ها بوده، هرچند دست کم دو تا از رمان‌های تاریخیش که ما صحبت می‌کنیم مثل پیدایش یا جولیان برمیگرده به فضای ایران گذشته، و یا رمان تاریخیش به نام در جستجوی پادشاه برمیگرده به انگلستان دوره ریچارد شیرده. نمونه‌شو شاید به نوعی در یه اشل دیگه ما در ایران داشتیم، کسانی که تاریخ رو به صورت رمان نوشتن و خیلی خیلی مردم اقبال نشون دادن به این جریان، مثل فرض کنید ذبیح‌الله منصوری کارهایی که داشت. و من فکر کنم گام خیلی بزرگی برای آشتی دادن مردم با تاریخ. بعد اشخاصی که علاقمندترن میتونن برن تاریخ مستند. گوربیداو دو تا از رمان‌هاش، پیدایش یا اون کرییشن که خانم ایرانی به تفصیل بهش اشاره کردن و پرداختن، و رمان جولیانش مستقیم به ایران مربوط میشه. و از این جهت برای من که هر دو این دوتا رو برها تو حوزه مورد علاقه خودم هم پیدا کردم، بیشتر کند و کاف کردم روش، اینه که در کتاب آفرینش چند دهه پیش که هنوز نگاه پژوهشگران تاریخ در غرب بسیار هلنیستی و یونانی‌گرا بود و عمدتاً یونان قوت متقدم بود و اون پرژیا یا ایران خودمون دشمن بود، دشمن تمدن غرب بود، این نگاه یک طرفه رو گوربیداو کاملا اومد بهش حمله کرد و در کتاب آفرینشش کاملا یه بنای گذاشت که باید به قضیه ایران و روم یک نگاه دیگه بشه. اون شجاعتی که اون موقع به خرج داد شاید تو 15 سال گذشته برای خیلی از پژوهشگران عادی شده که الان یک کم نگاهشون به این قضیه قضیه منصفانه باشه. ولی اینکه یک نفری که صرفا به عنوان پژوهشگر تاریخی نمیشناسنش اینقدر نگاهش باز باشه و اینقدر شجاعانه بتونه علیه موج بسیار قوی ضد ایرانی و یونانیگری در امریکا و در غرب شنا کنه، به نظر من یک نکته بسیار مهمیه و از این نظر ما ایرانی ها دینی قابل توجه به این شخص داریم. در کتاب دیگرش جولیان، که جولیان اسم امپراتور رومه که حدود 3 سال اگه اشتباه نکنم حدود 360 تا 363 میلادی امپراتور روم شرقی بود، به جولیان کافر هم معروف بود، و بعد در جریان داستان که بخش بسیار بزرگش واقعا فکتا و حقایق تاریخیه، جولیان لشکرکشی میکنه به منطقه میان رودان بین النهرین و سپاه ایران که تقریبا ما داریم هم عصر شاپور دوم صحبت میکنیم، شاپور زلکتا، سیاست زمین های سوخته رو پی میگیرن و مرتب آب و غذا رو از دست رومیا دور میکنن، جاهایی که حساسه رو با آتیش میکشن و عقب نشینی میکنن. وقتی سپاه روم رو به قلب به اصطلاح منطقه میان رودان میکشونن نزدیک تیسفون، بعد به اینا حمله میکنن، آسیبای سنگین میزنن، اتفاقاتی میفته، جولیان کشته میشه و سپاه روم منهزم میشه، شکست میخوره و فرار میکنه. وقتی شما این رمان رو میخونید، اگر
گزارش تاریخی مستند مورخ رومی آن دوره رو خونده باشید به نام آمینیانوس مارسلیوس که من خوندم، میبینید که شخصی مثل گوربیداو اون گزارش تاریخی رو بسیار دقیق خونده و از اون گزارش در رمان خودش به نحو عالی استفاده کرده. اینکه یه نفر اینقدر اشراف داشته باشه به دوره‌ای که داره در موردش داستان سرایی میزنه و به جزئیات گزارش‌های واقعی تاریخی عنایت داشته باشه، این به نظر من چیزی نیست جز اینکه این شخص هم برای اون چیزی که داره میسازه و هم برای اون چیزی که داره به خود خوانندش میده اعتبار و احترام بسیار زیادی قائله. و اینو ما نزد کمتر نویسنده‌ای می‌بینیم، به ویژه کسایی که مدعی نیستن که روایتگر تاریخن بلکه داستان سرای تاریخی هستن. حالا جدا از نگاه گوربیداو به تاریخ و اینکه نخستین کسی بود که آمد دست کم تا اونجا که من میدونم تو دهه‌های گذشته اومد نگاهش نگاه ایران دوستی شد به جای یونانی دوستی در مسائل اختلافات ایران و یونان در سده‌های پیش از میلاد مسیح، در حیطه سیاست هم به نظر من بسیار شخصیت جالبی بود. برای اینکه ما عموماً کسانی که در حوزه سیاست فعالیت میکنن دست کم در امریکا یا مثلا جمهوری خواه میبینیم یا دموکرات، و بعد اینا معمولاً موازهشون موازه یک دست و همسویه با همحزبی های خودشون، در حالی که گوربیداو به نظر من دقیقاً در نقش یک روشنفکر، گرچه خودش یک دموکرات میدونست ولی کاملاً مستقل بود و نظریاتی که میداد برای همین همیشه جنجالی بود. مثلا در مورد سیستم دو حزبی در امریکا بسیار منتقد بود، باور نداشت، انتقاد میکرد، و بعد یه جمله خیلی جالبی که گفته بود، میگه که ما دو تا دسته آدم سیاسی داریم در امریکا، جمهوری خواهان و دموکرات ها، و بعد خودش میگه جمهوری خواهان از نظر من ابلهترن ولی دموکرات ها از نظر من فاسدترن. شما در نظر بگیرید یه نفری دارین صحبت میکنه که میتونه از سوی هر دو اینا به شدت از طریق رسانه تحت فشار قرار بگیره. آقای ببخشید یک ثانیه عذر میخوام، این تاریخ درگذشت گوربیداو غلطه. 1944 1944 به دنیا نیام، 1925 به دنیا آمده، 2012 از دنیا رفت. ببخشید چند بار دیدم، بله ببخشید ببخشید چون اینجا نکته دیگه که باز اشاره میکرد به مسئله ریسیسم بود. باز هم به نظر من با دلاوری بسیار اومد یه مقدار تابوشکنی کرد و سخنانی گفت که بیش از اون نمیگفتن. گفت که اگر یک کشوری و یک ملتی در راستای حفظ هویتش کوشا باشه به هیچ وجه این تعریفش ریسیسم نیست. و مثال زد، گفت اگر در نروژ که کشور بسیار گسترده از نظر مساحت و جمعیتش کمه، 4.5 میلیون جمعیت بیشتر نداره نروژ، اگر توقع داشته باشیم که 50 میلیون 60 میلیون آدم رو از بنگلادش ببرن و در نروژ اسکان بدن، اگر نروژیان نپذیرن آیا از نظر شما نروژیان ریسیستن؟ ببینید نکاتی رو مطرح کرد که عموما تو فضای حزبی که ایشون برها خوش دموکرات میدونست و فعال بود اینا تابو بود، و این به نظر من تفاوت یک روشنفکر واقعیه که امیدوارم ما در بین ایرانی‌ها بیشتر و بیشتر داشته باشیم تا اشخاصی که به خاطر جنابندی سیاسیشون یا نگاه اجتماعی که باید حزب یا دسته مورد نظرشون داشته باشه نظرات کلیشه‌ای بیان میکنن. از این نظر به نظر من گوربیداو یه شخصیت بسیار منحصر به فرد و دوست داشتنی بود. آقای نژاد یه آخری پرسش از شما، این که ایشون در نامه‌ای که به اوباما می‌نویسه، نامه تمثیلی فوق‌العاده درخشان و همون سبک و سیاق خودش، میگه اول برید با نمایندگان مردم ایران صحبت بکنید، به اوباما میگه، جاش رو هم معین میکنه، جای مذاکره، میگه در پاسارگاد. فکر میکنید چرا چلی اشاره کرده؟ نامه رو میشه نامه به پرزیدنت اوباما، چرا پاسارگاد رو پیشنهاد میده؟ توش تمثیلیست، اشارتیست ما نمیفهمیم. من فکر میکنم که اشارهش به پاسارگاد دقیقا برمیگرده به دو تا نکته مهم که الان شما به نوعی به یه گوش انگوش میزنید. یه مورد اینه که شما باید بدین با ایرانی های سخن بگید که خودشون ایرانی میدونن، خودشون مدعی رهبری جهان اسلام یا جهان تشیع نمیدونن، و یک مکان نمادین برای اون جریان صد درصد پاسارگاده. نمیخواد از ما برن تهران یا قم یا در نجف اشرف با ایرانی‌ها صحبت کنم. مورد دوم
میخواد یادآوری کنه دوباره به اوباما که شما با ملتی که وارث یک تمدن بسیار عظیمه و بر تمدن بشری دین بسیار بزرگی داره، یعنی تمدن ایران عصر هخامنشی که اسمم میاره در اون نامه از داریوش کبیر، با اینها طرفین. شما با 4 نفر آدمی که از نظر شما تروریستن یا عقب ماندن یا کشور در حال توسعه هستن نباید طرف باشید. در حقیقت در قالب اون 2 تا پاراگراف، چون نامه رو البته کوتاهیه، به نظر من دفاعی از ایران ایرانی میکنه که ما کمتر دیدیم خودمون از خودمون اینگونه دفاع بکنیم. بسیار قابل ستایش به نظر من. کاملا. و اینکه بازی اشارات دیگری هست، اونم به نظرم جالبه. چرا اشاره کردی امپراتوری ایران و آمریکا؟ اینها باید به هم یگانه بشن. من فکر میکنم این برمیگرده به اون مطلبی که چندین سال پیش تحت عنوان نظم نوین جهانی مطرح شد. جریان برمیگرده بوده 14-15 سال پیش، نظم نوین جهانی که امریکا مطرح کرد پس از فروپاشی شوروی. بعد از چند سالی همچین دکترینی داشتن. اگر شما مقالاتی که اون دوره نوشته شده نگاه بکنید، به احتمالاً دیدید و می‌بودید، اینا اشاره می‌کردن کسایی که نظریه پرداز نظم نوین جهانی بودن که نخستین نظم نوین جهانی و ایران هخامنشی پیدا. و اون نگاه تساهل و تسامحی که ایران هخامنشی به ساکنین کره زمین داشت، نگاهی که فارغ از هر گونه تعصب دینی بود، نگاهی که فارغ از هر گونه اعمال خشونت و فشار بر روی ملل تابع بود، آن نگاه رو پاس بیاره نشون بده، مقایسه کنه با نگاه نظم نوین جهانی و بگه که اگر نگاه ها مانند نگاه 2500 سال پیش ایران باشه، آن موقع هست که از تلفیق اینا کره زمین روی خوشی خواهد دید. به نظر من فوق‌العاده گورویدال در ابراز نظرات سیاسیش آدم نکته‌بینی بوده و به قول امریکایی‌ها خیلی کانسپچوال عمل میکرد، خیلی مفهومی به قضایا نگاه میکرد، همیشه بین خطوط رو میخوند. من امیدوارم همونطوری که ما از هموطنانمون بعضی وقتا گلایه میکنیم، خودم هم یه ایرانی هم، ما با تاریخ و ادبیات خودمون چندان آشنا نیستیم، یا اگه هستیم در سطح آشنا هستیم، در عمق نیستیم، یه مقدار زیادی هم وقت بذاریم با ادبیات جهان هم آشنا بشیم. دست کم کارهای بزرگی مثل همین کارهای برخط، کارهای همین گربیداری که داریم در موردش صحبت میکنیم، برای اون جالب خوندنش، ما رو با خیلی از مسائل آشنا می‌کنه، خودمون ازش غافلیم. به هر حال به نظر من خود آغاز از خوندن کارهای گربیداد دست کم در رابطه با کارهای با ایرانش یک آغاز خیلی خوب می‌تونه برای کسانی باشه که بخوام با خوندن با ادبیات و با تاریخ آشتی کنم. و امیدوارم که برخی روشن فکران ما که اینقدر نسبت به گذشته ابراز نفرت میکنن، حالا گروهی بودن که به طور سازمان یافته و بنابر دستور از بالا، اونم طی این دهه‌های اخیر بیشتری فشار رو تاریخ گذشته ایران داشتن، به عنوان گذشته امپریالیستی، پادشاه به اصطلاح یک پادشاه توسعه طلب مثل کوروش، چون از کوروش به عنوان پادشاه توسعه طلب و از ایران اون زمان به عنوان یک امپریالیسم بدوی یاد می‌کردن. این کمی یاد بگیرن که بیشتر دقیق بشن. فیروزا داشتم با شاهین نژاد صحبت میکردم، هر دو به این نظر رسیدیم که گورویدال بیشک مجموعه آثار بازمانده از دوران پهلوی رو، یعنی در دوران باستان رو مطالعه کرده، خوب دقیق میشناخته و تاریخ ایران رو جز به جز مطالعه کرده و به عمق به معنای این تاریخ دست پیدا کرده. شاهین عزیزم خیلی سپاسگزارم از شما. شاهین نژاد به همراه آقای دکتر نوذری برنامه رو پی میگیریم. خداحافظ شما. روز شما. روزتون بخیر. واقعا فوق‌العاده بود. و اما دکتر نوذری گورویدار رو در همین ماهای پایانی او رو به آرزوش رسوند. اجتماع کوچکی بود. زیاد دانشجوها بودن. دانشجویان دانشگاه USC. نگاه کنید به هم. باریکلی که این کار رو کرد، وگرنه همه ما احساس قبل میکردیم. دلش میخواست وسط بین ما باشه، بین ما. بارهاش اون شب که در فستیوال لس آنجلس بود که خانم شارون استون بود و ایشون وارد شد، اصلا هیچ کس باور نمیکرد اون بیاد. نامده بود از این فیلم مسترد ما چی کنه، پشت سر این فیلم بیسته. من کنید یه آدمی با این همه شهرت و من، هر خبرنگار آمریکایی که چیشو گفت برید کنار، برقب برقب.
آره نگاه کنید لجو کنم. He holds many honorary degrees and certificates from countries all around the world. And of course, he's also the director of our advanced periodontology department at USC. Ladies and gentlemen, the director of the film, Mr. Hassan, Dr. Hassan Mazari. توضیح هم بدم. بله. اول تنها برنامه‌ای که شرکت کرده بودن برنامه بیلمار بود. بعدش تنها برنامه‌ای رو که قبول کردم برنامه شما بود. هیچ برنامه دیگر رو قبول نکردم. بله درسته. بله. ببخشید. بعد این جمع کوچیکی هست از دانشجوهای ایرانی. بله بله. من دعوتشون کردم قبول کردن بیان و راجع به ایران صحبت کردن و راجع به همین فیلم صحبت کردن. علاقه بسیار داشتن به مصر و به ایران و در مصر علاقه زیادی داشتن به حتشپسوت چون کار من مربوط میشد به حتشپسوت و چرا حتشپسوت درگذشت. بله. حتشپسوت 3500 سال پیش زندگی میکرد و یک زن هست و این زن فرعون هست، یکی از 5 یا شاید 7 فرعون مصر هست. بله. در دوران سلطنت حتشپسوت مصر از صلح و از ثروت برخوردار بوده، بیکاری بسیار کم بوده. بله. و اون سیمپوزیومی رو که با آقای گوروویدال توی یو اس سی برگزار کردیم اسمش بود چه کسی لبخند رو در مصر به قطر رسوند. نه. چه کسی و اون تقدیم شده بود به حتشپسوت. و توی 8 سال گذشته که زیاد همدیگر رو میدیدیم بیشتر راجبه به تاریخ صحبت میکردیم، بیشتر راجبه به این فیلم صحبت میکردیم، راجبه پروژه صحبت میکردیم و من چقدر لذت بردم از صحبتهای آقای شاهین نژاد. واقعا من مطمئن هستم آقای گوروویدال همینطور که خودشون هم گفتن آدم بسیار سردی به نظر میومد و اصلا اهمیت نمیداد چه کسی چی بگه در موردش. اصلا واسهش مهم نبود، تعریف و تمجید و اینا اصلا اهمیت نمیداد. باور کنید مثلا چند ماه پیش آقای فیدل کاسترو دعوتشون کرده بودن واسه تولدشون. گفتن من میرم اون یکیو. بعد ملکه الیزابت دعوت کردن گفتن اون یکی هم میرم. بعد یه شخصیت‌های بزرگ دیگه بودن، حالا نمیخوام اسم بیارم، گفتن نه اونا رو حوصله ندارم برم. ولی من مطمئن هستم اگر صحبت آقای شاهین نژاد رو گوش میکردن بسیار خوشحال میشد، چون دقیقاً همینطور بودن که آقای شاهین نژاد توصیف کردن.
توصیف کردن. خب بعد زیاد توی هتل سانست میرفتن، اونجا همدیگر رو میدیدیم. خب حتی سر کارم هم زیاد همدیگر رو میدیدیم. راجع به چیزهایی صحبت میکردم که اگه دوست داشتم این روز با آقای شاهی‌نژاد بشینم از چیزهایی باشون صحبت کنم که توی هیچ کتاب تاریخ نیست و توی هیچ کتاب تاریخ هم احتمالاً نخواهد اومد. آقای گوربیدال درخواست کردن که تمام ثروتشون، کتابهاشون به دانشگاه هاروارد بخشیده بشه. و یک آقای نویسنده از هاروارد بود که این یکی دو سال همیشه باهاشون بود جای مختلف که میرفتیم که راجع به زندگی آقای گوربیدال کتاب بنویسن. و خب من این کتاب، این نامی رو هم که شما ازشون خواستید بنویسن بله واسه هاروارد میفرستیم. همینطور صحبتهایی که داشتم، این صحبتی که در دانشگاه کردن در یک جمع 20 نفری، یک بار دیگه بگم که دعوت هیچ کسی رو قبول نکردن. CNN برای توی جمع 20 نفری، برای توی یک جمع 20 نفری لاری کینگ هم قبول نکرد. فکر نمی کنم، نه اینو خودشون به من گفتن. خودش گفت بله قبول. و خیلی خوشحال بودن که توی برنامه شما اومدن. سقدر. و من یادم هست همون روز با خبرنگارای بی بی سی قرار داشتن، بعد از مصاحبه با شما قرار بود بی بی سی بیاد و به همه گفتن چندین بار که من امروز در ایران بودم و حسام من گفتش که میلیون ها نفر در ایران به من گوش کردن و مهماندار این برنامه آقای میبودی بودن که میدونم در ایران از محبوبیت زیادی برخوردار هستن و این برنامه رو خیلی نگاه کردن. خب بزرگ میداریم گوربیدار رو همینانم، خیلی حیف، همین کسی که ما دوست داشتیم متاسفانه رفتن. یکی از بزرگترینش به نظر من آقای گوربیدال بود. کاش فرصت بود که ما بیشتر رو میشناختیم. یکی از درماندگی‌های فرهنگی ما عدم شناخته. کاش شناخت بیشتری نسبت به این آدم داشتیم، بیشتر رو میشناختیم و احترام بیشتری. یادم اون روزی که تو این تلویزیون اعلام کرد من ایرانی هستم، قاعدتا باید که همه نمیدونم تمام رسانه‌هایی که با بودجه‌های دولت به سوی ایران برنامه پخش میکنن، ده ها میلیون دلار درآمد دارن، چی دارن؟ سرمایه گذاری شده. اونا پیش قدم میشدن، کشف میکردن آدمی رو که میخواد تمام وجودش رو بگذاره در استخدام ایران، تاریخ ایران و ملت ایران. تشکر میکنم. مرسی. خداحافظ آقای گوربیدال. خداحافظ. گوربیدال هرگز نمیمیره. هرگز. الو. با همراهی و همگامی شماست که تلویزیون پارس ملی نامیده می شود.